به نام خدا. با درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. ونت یک واژه لاتین به معنی هواکشه. در واقع ونت لوله‌ایه که وظیفه هدایت بو، رطوبت و گاز ناشی از فاضلاب به خارج ساختمون رو بر عهده داره. استفاده از ونت یا هواکش همچنین از بروز سیفوناژ یا مکش سیفونی هم جلوگیری میکنه. شکل این لوله ها باید طوری باشه که هوا بتونه به راحتی از لوله ها خارج یا در صورت نیاز وارد بشه و در نتیجه از شکستن آب هوابند سیفون ها در اثر مکش سیفونی جلوگیری بشه. تعبیه هواکش در سیستم فاضلاب طبق استانداردهای ملی ساختمان مثل مبحث 16 هم الزامیه. طبق بند 16.6.2.1 الف مبحث 16 هم طراحی لوله کشی هواکش فاضلاب بهداشتی باید طبق روش های مهندسی مورد تایید انجام بگیره. همچنین بر اساس بند 16.6.2.1b همه سیفون ها و لوازم بهداشتی سیفون سرخود باید طبق یکی از روش های معین شده در این فصل دارای هواکش باشند و بند 16.6.2.1t بیان میکنه لوله، فیتینگ، اتصال و دیگر اجزای لوله کشی هواکش باید کاملا آب بند و گاز بند باشند. بررسی نحوه عملکرد ونت ها. همونطور که گفته شد ونت یا هواکش فاضلاب دو کار انجام میده. یکی کمک به حرکت بهتر آب و تخلیه بهتر فاضلاب در محل سیفون ها و دیگری هدایت بو و گازهای تولید شده به وسیله فاضلاب به فضای بیرون از خونه. یک سر لوله هواکش در پایین ترین قسمت لوله های فاضلاب و سر دیگه از پشت بوم خارج میشه تا بتونه بوی بد و گازها رو خارج کنه و در صورت نیاز هوا رو وارد کنه. وقتی که آب در لوله ها حرکت میکنه، هوایی که جلوی مسیر حرکت آب وجود داره فشرده میشه. اگر این هوای اضافی تخلیه نشه، با فشار هوا به فاضلاب، فاضلاب برمیگرده به ساختمون یا به اصطلاح استادکارا پس میزنه. به همین دلیل آیین نامه اجرای ونت یا هواکش رو برای همه اجزای ساختمون الزامی کرده. تأکید آیین نامه به طراحی اصولی هواکش ها هم به همین خاطره، چون اگر هواکشی که نصب میکنید نتونه فشار جریان هوا رو درست و به اندازه تنظیم کنه، بود و نبودش فرقی نداره. به طور کلی هواکش یا ونت به دو صورت خشک و تر در سیستم فاضلاب تعبیه میشه که در ادامه هر کدوم رو به صورت مجزا توضیح میدم. ونت خشک. ونت خشک از پایین ترین نقطه در سیستم لوله کشی فاضلاب شروع شده و با اتصال به بدنه اصلی لوله فاضلاب در مسیر خود تمامی تجهیزات بهداشتی ساختمان رو پوشش میده. لوله ونت خشک میتونه برای هر طبقه به صورت مجزا یا به صورت مشترک برای چند طبقه استفاده بشه. نکته مهم در مورد لوله ونت خشک اینه که در طول مسیر نباید هیچ آبی وارد لوله بشه. بهترین حالت طراحی ونت خشک هم اینه که سرویس ها و تجهیزات بهداشتی در یک مسیر به یک لوله اصلی ونت خشک قفل بشن تا به بیرون یا بالای پشت بوم هدایت بشن. یادتون باشه که انتهای لوله ونت خشک حداقل باید 30 سانتی متر از کف پشت بوم بالاتر باشه. ضمن اینکه برای جلوگیری از ورود اشیا یا آب بارون به داخل ونت خشک، سر لوله که در هوای آزاد قرار گرفته کلاهک یا زانویی نصب کنید.
ونت تر. ونت تر هواکشیه که برخلاف ونت خشک که هیچ آبریز یا ورودی آبی نداره، در طبقات بالایی به عنوان لوله فاضلاب و در طبقات پایین به عنوان ونت یا لوله هواکش عمل میکنه. در این مورد تفاوتی در تعداد طبقات ساختمون وجود نداره و این روال میتونه تا چندین طبقه هم ادامه پیدا کنه. ونت تر از محل اتصال ونت خشک شروع و تا پایین نقطه لوله کشی فاضلاب ساختمون ادامه پیدا میکنه. در این حالت باید هر کدوم از تجهیزات بهداشتی به صورت مجزا به شاخه افقی فاضلاب یا لوله ونت تر متصل بشن. البته طبق این نامه میتونید برای چند تا از تجهیزات بهداشتی که نزدیک هم هستن از یک لوله هواکش هم استفاده کنید. نکته قابل توجه در لوله کشی ونت ها اینه که قطر لوله ونت یا هواکش تر در هیچ مقطعی نباید از قطر لوله فاضلاب وصل شده به شاخه افقی کمتر باشه. جنس لوله‌های ونت از چدن، مس و پلاستیکه، اما در ساختمان‌های بلند برای بالا بردن استحکام از لوله‌های گالوانیزه هم استفاده میشه.